سلام، من نازنین دانشور هستم. این دومین سری از ویدیوهای ساختن استارتاپ و زدن شرکت. همونطور که صحبت کردیم، یک بخش مهمی از زدن استارتاپ که در ویدیو قبلی راجعش صحبت کردیم اینه که چجوری باید تیم سازی بکنیم که راجب اون مفصل صحبت کردیم. موضوع الانمون راجب اینه که ما باید بریم یه مسئله رو حل بکنیم توی اون کسب و کار یا استارتاپ. اون مسئله رو چجوری باید شناسایی بکنیم و توی این ویدیو راجب ساختار و فریم ورک های این با هم صحبت خواهیم کرد. قبل از اینکه به ویدیو برسیم، یه خواهشی ازتون دارم. برای اینکه من مسئله نداشته باشم این ویدیو رو به دست آدم‌های مختلف برسونم، لطف کنین توی کانال یوتیوب کنترل بی دکمه سابسکرایب رو بزنین. دکمه سابسکرایب رو که بزنین، خودش اتوماتیک به شما اطلاع رسانی میکنه وقتی ویدیو بعدی است. با من همراه باشین، از روی پرزنتیشن بقیه ویدیوها رو با هم دیگه پیش خواهیم برد. خب، ادامه در حقیقت این صحبت رو میخواییم همونطور که گفتم برسیم به مرحله اینکه یه ایده خوب چجوری تولید میشه، اصلا ایده چه مشخصاتی داره و شما چجوری میتونید در حقیقت ایده خوب رو در بیارید. خب، نکته اول، چرا اصلا ما باید روی تولید ایده یا در آوردن ایده مناسب با هم دیگه فکر بکنیم و چه مشخصاتی داره؟ موضوع اول، ایده ایتراتیوه، یعنی بر اساس یک سری اتفاقات مداوم و یک فرایند تکرار پذیر به وجود میاد. اصلا مهم نیست که شما ایده رو چجوری به دست آورین، دوباره ممکنه ایده عوض بشه. بنابراین یه نکته که دارین، مدام با یکی از دوستام که کارآفرینه صحبت میگم، میگم من برای 2 ماه با بنیانگذارم و در حقیقت هم مؤسسم کارمون این بود، میگم هر روز صبح که همدیگر میبینیم هر کدوم باید 10 تا ایده آورده باشه. بنابراین اونقدر باید این فرآیند رو تکرار بکنین. حالا فرآیند رو با هم دیگه توضیح میدیم، اما ایده های جدید رو باید بیارین که به اون ایده درسته برسید. ماجرای بعدی اینه که باید نورث استار داشته باشه. نورث استار یا ستاره شمالی، یعنی که کاملا شفاف باشه که به کجا میخوایم برسیم، یعنی اون نقطه، اون ستاره که میخوایم بهش برسیم کجاست، و اون باعث میشه که شما بدونید آقا پس من از این ایده باید بچرخم، از این باید دوری بکنم، این ایده خوبه، مناسبه، همراستاست با اون هدفی که میخوام بهش بزنم یا نه. و در نهایت هم باید بتونین ایدتون رو توضیح بدین خیلی ساده. اگر شما ایده، ویژن، مسیری که دارین توی ذهنتون رو نتونین توضیح بدین، نتونین شفاف بکنین برای آدم‌ها، چه در موقع جذب سرمایه، چه در موقع استخدام آدم‌ها، چه در موقع فروش، چه در هر موقعی نتونین اون ایده رو توضیح بدین یا خیلی پیچیده باشه، در نهایت کار رو در نیاوردین، یعنی اون ایده درک و فهم عمومی جامعه رو نخواهد داشت. من این خودم رو جا به جا بکنم اینجا. سوال بعدی اینه، ما ایده های خوب رو از کجا میتونیم پیدا بکنیم؟ خب، اینا یک سری در حقیقت جاهایی که میتونیم بهش نگاه بکنیم برای به دست آوردن ایده های مناسب. اولین نکته، شما تو چه کاری خوبین خودتون شخصاً؟ چه مهارت های شخصی ویژه و منحصر به فردی دارین؟ چه چیزهایی به نظرتون میاد که خرابن، کار نمی کنن؟ چه چیزهایی رو فکر میکنین، و اینا مثالاشو اینجا داره میزنه، میگه کدوم در حق خود، چه چیزهایی رو خودتون میتونین شروع بکنین توسعه دادن؟ بنابراین چه چیزهایی از خودتون شروع میشه یه محلیه که میتونین به اون ایده ها نگاه بکنین. موضوع دوم، صورت مسئله هایی که دلتون میخواست کاش یه نفر بود این مسئله رو حل کرده بود، کاش یکی بود بابا این کارو میکرد دیگه، پدرمون در اومد اونقدر مثلا فلان نامه رو اینطوری نوشتیم، فلان کارو اینطوری کردیم. چیزایی که دارین صحبت میکنین میگه خب پس من اگه هوشیارتر یا آگاهتر به این مسئله نگاه کنم احتمالاً پیداشو میکنم. سومی، چه چیزهایی خواهد بود که شما رو هیجان زده میکنه و اینکه 10 سال آینده رو باید روش کار بکنید؟ موقعی که دارن استارتاپ میزنن همه جای دنیا میگن آقا فرض کن 10 سال آینده رو این پروژه، آیا این پروژه تو رو به هیجان میاره؟ این موضوع تو رو به هیجان میاره؟ این موضوع مهمه. چهارمی، نگاه کنیم به چه تغییراتی در دنیا رخ داده و شما در به اون حوزه تغییرات در دنیا، مثلا الان حوزه تغییرات حوزه AI خیلی زیاده، خب آیا تو اون حوزه فرصت‌های وجود دارن که شما بخواید بهش ورود بکنید؟ پنجمی، شرکت هایی که موفق بودن در بازه های زمانی نزدیک و چه فرصت های دوروبر اونها ایجاد شده، و مثلا نمونه شرکت آمازونه. و در نهایت نگاه بکنیم به اینداستری ها یا صنایعی که به نظر میاد صنایع داغونی هستن، مسائل مختلف دارن. حالا اینجا نمونه های استارتاپ که از دل این اومدن بیرون نشون میده، مثلا این صنعت، مثلا این شرکته اگر من اشتباه نکنم فکر کنم حوزه سیم کارت نرم افزار محور تا سخت افزار، مثلا برای من صنایعی که احساس میکنید مسائل جدی و تکنیکال دارن، اینها اون جاهایی که میتونید دنبال ایده توشون بگردید. مؤسس وای کامبینیتور پول گراهام یکی از معروف ترین آدماست.
جمله که در مورد ایده و در حقیقت این فضا میگه، میگه there is comparatively little competition for the best ideas because few founders are willing to put in the time required to notice them. میگه به صورت عجیب رقابت خیلی پایینی توی ایده های خوب وجود داره. دلیلش هم اینه که تعداد فاندرها یا مؤسسین استارتاپی که مثلا به خودشون این فضا رو میدن که با ایده درست و ایده درست رو پیدا بکنن خیلی کمه. یعنی همه بدو سریع فهم میخوام برن یه چیزی اجرا بکنن، توی این نقطه وای نمیسن. به خاطر اون آدمایی که به اون ایده های درست میرسن معمولا تعدادشون کمه، آدمایی ان که صبوری بیشتری داشتن، دقت نظر بیشتری داشتن، وایسادن تا به اون موضوع درست برسن. قوانینی که توی این موضوع باید رعایت بکنین اینهاست و نیازهایی که برای برین استورم یا اون طوفان فکریه برای درآوردن ایده درست وجود داره ایناست. اولا اینکه هیچ محدودیتی توی ایده سازی نداشته باشین. حالا اینجا منیسه وایلد یا وحشی، میگه هر چقدر میتونین اون دایره فکرتون رو اصلا عجیب غریب بزنین. آقا دنیا ته نداره، منم تمام توانمندی ها رو دارم، چه ایده هایی میتونه باشه؟ هیچ ایده بدی توی این نقطه وجود نداره. قضاوتتون رو به تأخیر بندازین در اون نقطه که دارین ایده سازی میکنین. اگه این خوبه، این بده، این اینجاش اینجوریه، این اونجا، اصلا بنویسین هر چیزی که به ذهنتون میاد رو بنویسین. تمرکز کنین روی حجم ایده. ایده خوب ایده از دل تعداد زیادی ایده در میاد. بنابراین دوباره مثال دوستم رو میزنم، 10 تا ایده هر روز صبح، دو نفر یعنی 20 تا ایده در روز، یعنی 7845 تا ایده. یعنی توی حجم باید کار بکنین، اونقدر ایده بنویسین تا ذهنه اصطلاحا به قول خودش میگه یه ماهیچه‌ای داره، اون ماهیچه اگر کار بکنه ایده های جدید به ذهنش میرسه، اگه کار نکنه اون از کار میافته. پس این مهمه. چیزی که مهمه اینه که اولویت رو بذارین توی حجم ورود به ایده و ارزش گذاری. وارد جزئیات نشین، جزئیات نحوه کار، چجوری کار میکنه، آیا اصلا کار میکنه نمیکنه، مال این مرحله نیست. پس تو مرحله اول که بحث طوفان فکری تا میتونیم باز ذهنتون رو باز بکنین، مایچر کار بندازین، ایده های بیش از اندازه تولید بکنین. دانشگاه استنفورد این جمله رو داره، میگه great brainstorming is a special kind of collaboration with specific rules of behavior designed to maximize the idea generation. میگه طوفان فکری یک مسیر همکاریه با یک سری قوانینه که باعث میشه تعداد ایده های تولید شده به حد اکثر رو به ماکسیمم برسه. پس این فضای brainstorming رو برای خودتون و تیمی که دارین کار میکنین بذارید. میرسیم به مرحله بعدی. ما میخوایم راجع به 3 تا موضوع اصلی صحبت کنیم. چجوری شناسایی مشکل بکنیم، چجوری برای راه حل در بیاریم و چرا به این جنبندی رسیم که شما آدم مناسبی هستیم برای انجام دادن اون کاره. کوفاندر ویز، ویزو که اپ ویزو که خودمون استفاده کردیم، این آقا میگه fall in love with the problem not the solution. عاشق مشکل بشین نه عاشق راه حل. این خیلی مهمه بچه‌ها. خود ویز چه مسئله‌ای رو از ما حل کرده؟ این که چه حل کرده اصلا مهم نیست. ما یه مسئله داشتیم، خیابونو میبستن نمیفهمیدیم، پلیس اونجا وایساده بود نمیفهمیدیم، چراغ راهنمایی میزد ما رو جریمه میکرد نمیفهمیدیم. میخواستیم یه جایی باشیم آدما راجع به تغییرات خیابونی بیشتر صحبت کنن، یه فضای سوشالی که مپ و اینتراکتیو، آدما به هم دیگه بگن حواست باشه سرعتتو کم کن، اونجا پلیس وایساده، حواست باشه اون خیابونو بستن، اینوری دور بزن، یه هر چیز کرد. پس میگه تمرکز کنین، عاشق مشکل بشین نه راه حل. مراحلی که برای شناسایی راه حل وجود داره این 5 تا مرحله است. یعنی شما هر ایده‌ای به ذهنتون رسید، خواستی مطمئن بشین که این مشکل درسته، باید این 5 تا رو در حقیقت براش طی بکنید. شناسایی مشکل، فریم کردن مشکل، در آوردن جاهایی که براش سواله که آیا واقعا این مشکله همیشه یه زیر سوالهایی توش وجود داره که این درسته، تحقیق در موردش و در نهایت رسیدن به راه حلی که میتونه براش جواب بده. میگه the right solution will come with the consciously defining and framing the problem. Truly understand the problem before you start tackling the solution. میگه راه حل درست وقتی میاد که شما مشکل رو کامل و شفاف مشخص کرده باشین، فریم کرده باشین، اونجایی که شک و شبهه دارین راجع به مشکل رو جواب داده باشین و خود سولوشن ناخودآگاه سر کلش پیدا میشه. پس باز تاکید جدی، ما روی سولوشن کار نمیکنیم، ما توی مشکل کار میکنیم. مشخصات یک مشکل خوب چیه؟ اینجا سه مشخصات نوشته شده. بهترین مشکل اینه که حد اکثر اینها رو داشته باشه. حالا با هم دیگه نگاه می‌کنیم. پینفول. یه سری مسائل هستن دردآوره. آقا سخته. مثال دارم می‌زنم. برمیگردم به مثال مثلا استاپ و تپسی. توی بازی زمانی آقا سخت بود بغل خیام وایسی زنگ می‌زنی آژانس الو فلان داستان راستان، یا سخته یا گرونه. بالاخره آدم ها به خاطر سختی یا گرونیش حاضرن یه جای دیگه هزینه کنن، سرویس بهتری رو بگیرن. پس دردآوره. بعدی ممکنه جنس مشکلی باشه که میلیون ها آدم رو تحت تاثیر بذاره. یعنی مسئله ای که میلیون ها نفر باهاش درگیرن.
این جنسی یه مشکل دیگه است. یه مشکل دیگه ای وجود داره، از جنس فرکانسیش بالاست، تکرر اتفاق افتادن زیاده. من حالا دنبال مثال هایی توی ذهنم هستم که ببینم مثلا تکرر اتفاق افتادنه چی میتونه باشه، یادم نمیاد الان بیاد. یه مسائلی ارجنتن، یعنی فوری باید حل بشه اما حل نشده. یه مسائلی جا دارن که رشد بکنن، یعنی مشکلاتی هستن که فضای رشد براشون وجود داره اما هنوز اون پتانسیل مارکت براشون کشف نشده. یه مسئله هم هستن که همیشه وجود خواهند داشت، بالاخره اون مسئله باید حل بشه، شما از روی میز نمیتونید اینو بردارید. بنابراین جنس مشکلات مختلف در بازاری که ما داریم روش کار میکنیم از انواع اقسام اینا خواهد بود. اون مشکلی که ذهن شما میرسه باید یه سری از این خصوصیات رو داشته باشه. باز میگم ترجیحاً چند تا از اینا، ممکنه یکی از اینا رو داشته باشه و به اندازه کافی مهم باشه. سوال بعدی اینه که یکی از مسائلی که به شدت و بارها من جاهای مختلف باهاش برخورد کردم، میپرسیم خب اوکی اصلا این مشکل تو شناسه که یوزرها که همه، آقا اصلا کسی که مشکلش مشکل همه است اون مشکل وجود نداره. همینجا میرسه میگه آقا مهمترین مسئله اینه که شما اگه دیگه مسئله حل میکنید به کی دارین حل میکنین، کیا دقیقا این مسئله رو دارن. و جوابش هم همینه، میگه همه جواب سوال نیستن. کسی که جواب سوال همه میده یعنی یوزرش درست شناسایی نکرد، چون وقتی شما یوزر درست شناسایی نکنید ناخودآگاه دیتیل رفتاری اون آدم هم نمیتونین بفهمید. پس میگه تا جایی که میتونین به عمق وارد بشین، به ریز وارد بشین، در بیارین کیا میتونن یوزرهای اولیه اون مشکل شما باشن. همیشه یه گروه نیشی هستن، یه گوشه‌ای هستن، یه جایی از آدم‌ها هستن که اون آدم‌ها کاتگوری خاص‌ترین. یوزر جرنی رفتار مشتری رو کامل متوجه بشین و سعی کنین مشکل رو، اینکه مشکل چجوری داره تاثیر میذاره توی زندگیشون رو شناسایی بکنیم. سوال بعدی اینه که چی کار میکنن که دوچار اون مشکل میشن، چه حسی نسبت به اون پیدا میکنن، پین پوینت ها یا مطالب و زمان هایی که دوچار مشکلن چی هست. مثلا مشکلشونه که زمان زیادی خرج میکنن، پول خرج میکنن، اکسپریانس بده، ممکنه همه اینا باشه، ممکنه چند تا از اینا باشه. و لزومی هم نداره مشکلی باشه که حالا یا بقیه شناسایی کنن یا بقیه شناسایی نکنن، ممکنه دفعه اول باشه، ممکنه شما یه چیزی رو کشف کنین یا هرچی، اما باید به ریز وارد بشین. دسته مشتری اولیتون کیا هستن و چه مسیری رو دارن، کجا براشون دردآوره، آیا اولویتشون پوله، رفتار، زمانه، هر چیزی که هست. و انتظار نداشته باشین ایده‌ای که شما میارین یا مشکلی که شما دارین اینجا شناسایی می‌کنین ایده یونیکی باشه، ممکنه قبلا شناسایی شده باشه، اما خیلی از آدم ها لزوما نمیتونن اونو درست پیاده سازی بکنن. پس اگر این مشکل یکی دیگه قبلا شناخته به معنی این نیست که شما نباید برین سراغش. خیلی از تیم ها توی اکزیکیوشن یا توی سولوشن و مراحل بعدی دوچار مشکل میشن و فیل میکنن. پس روی مشکل کماکان تمرکز کنید. فاندر باکس میگه start with the assumption that the best way to do something is not the way it's being done right now. میگه وقتی میخواین راجع به راه حل فکر بکنید، فهم خودتون و اسامشن و قضاوت اولیتون رو بزنین روی اینکه راه حلی که امروز وجود داره راه حل درستی نیست. پس من باید دنبال راه حل درست بگردم. و استیو جابز رفیق هممون میگه که شما باید با کاستمر اکسپریانس شروع بکنین. وقتی با کاستمر اکسپریانس شروع بکنین اون موقع تکنولوژی رو توی عقب میسازین. همین مکبوکی که من دارم استفاده میکنم تمرکزش روی کاستمر اکسپریانس، آیفونه همینه. تجربه مشتری رو اول ست میکنه، میگه من این استانداردم، بعد حالا میره تکنولوژی. شما وقتی یه مشکلی شناسایی میکنین میخواین براش راه حل بیارین، میگین آقا دوست داره مشتری چجوری رفتار بکنه، چجوری رفتار بکنه خوشحاله، پس من میام تکنولوژی پشتش میسازم. و خیلی اینو من باز خیلی زیاد میبینم، یه آدمی که میخواد یه مسئله رو حل بکنه میره در باغ بهش، آهای من اینشم حل میکنم، اونشم حل میکنم، این یکی من. آقا ولش کنین، خواهشم مسیر اصلی، موضوع اصلی رو بذارین وسط، اونو حلش بکنین و بعد در مسیرهای آینده به سرویس های اکسترا یا با اون شاخ و برگش فکر بکنین. پس ریشه مسئله رو باید تمرکز بکنین، اونو باید حل بکنین و بعد بریم روی سرویس های اضافه نگاه کنیم. این یه مثال از گوگل عزیز ما. اون گوگل وقتی 1998 شروع میکنه فقط سرچ انجینه، هیچ چیزی دیگه نداره. سال 2000 تا 2015، یعنی برای 15 سال از روزی هم که وجود اومده 17 سال فقط سرچ انجین رو میده و سرویس گوگل ادورز. از سال 2015 که تازه شروع میکنه جیمیل آوردن، گوگل درایو آوردن، گوگل میت آوردن، یوتیوب و کلندر و فلان سرویس های اضافه. پس ریشه مسئله رو باید درست حل بکنین، جایگاه خودتون داخل بازار اصطلاحاً تثبیت بکنین، خیالتون راحته، بعد برین سراغ شاخ و برگه. پس اگر میخواین دوباره دنبال سلوشن میگردین روی مسئله اصلیه و تمرکز بکنین.
و سوال بعدی اینه که چرا ممکنه این فرض کنید راه حل شناسایی شده، مشکل شناسایی شده، راه حل هم شناسایی شده، چرا شما آدم درستی برای این قضیه هستید؟ این ماجرایی که وجود داره، شما نیاز دارین وقتی یه صورت مسئله رو حل میکنی یه آنفر ادوانتیجی داشته باشین. یعنی اگر یک تیمی هم مشابه شما اینو شناسایی کرده و میخواد حلش بکنه، چرا باید شما اون آدمه باشین؟ این سوال مهمه. میگه وقتی که یه مشکل شناسایی میشه، احتمالاً هزار تا تیم مختلفن که دارن روی اون مسئله کار میکنن. توی بازار ایران چون رقابت کمه، این ممکن تعدادش کمتر باشه، اما مطمئناً آدمای دیگه هم هستن راجع بهش حرف میزنن. همین موقعی که ما تخفن رو به وجود آوردیم، توی بازی زمانی 6 ماه 18 تا رقیب داشتیم. خب یه شرکت مشابه هم دارن، کم تاکسی نزدن، کم دیجیکالا نزدن، کم فلان نزدن. پس تیمای دیگه دارن روش کار میکنن. وقتی یه تیمی راه حل درست شناسایی بکنه، بقیه شروع کردن کپی کردن، تخفیفان اومد همه شروع کردن کپی کردن. بنابراین شما یه آنفر ادوانتیجیه که اولویت غیر عادلانه میخواین که بتوین بازی رو برنده بشین. اون آنفر ادوانتیجیه چی؟ آنفر ادوانتیج میتونه تو حوزه های مختلف بشه. سوال اول، میتونه توی تیم مؤسس باشه. مثال تیم شما تیم یونیکیه، آنفر ادوانتیج من اینه که من این کار قبلا کردم، یا از این حوزه میام، یا دانش فلان دارم، یا قبلا شرکت ساختم، خودم کارآفرین بودم، پس این آنفر ادوانتیج من. این میتونه آنفر ادوانتیج باشه. ماجرای بعدی اینه که ممکن بگی آنفر ادوانتیج من اصلا بقیه اینه که محصول من خیلی محصول بهتری، 10 بار بهتر از اینا کار میکنه، از آدمای دیگه کار میکنه. اما باید حواستون باشه وقتی که دارین اون آنفر ادوانتیج محصولی رو میدین، مطمئن باشین بقیه نمیتونن کپی کنن و سریع به اون فضای شما برسن. بنابراین حالا توی بازار خارج میگن پتنت کمک میکنه، اما باید ببینین تو بازار ایران چه جوریه. یعنی اینکه سایت من الان 10 بار بهتر بغلی کار میکنه، اون بغلی هم میره به یکی پول میده، دو تا برنامه‌نویس میره، یا با دانش که خودش داره بخاطر کمک میگه، اونم میتونه حل بکنه. اما یه موقع است میگه آقا تکنولوژی من اونقدر پیشرفته است، پیچیدگی داره، یا مثلا من دکترای پلیمر دارم، اینو به هر راحتی هر کسی نمیتونه، یا هر چیزی که هست. بنابراین اینا موضوعات مهمه میشه. اکوزیشن ممکنه که توی بحث جذب مشتری شما هم فر ادوانتج داشته باشین. مثلا حالا اینجا مثالی که میزنه، میگه آقا شما ممکن بگین آقا من امروز بخوام شروع بکنم، نیاز به هزینه مارکتینگ ندارم، به خاطر اینکه توی توییترم 50,000 نفر منو فالو میکنم، میتونم همونجا شروع بکنم کار کردن. اما باید توی بحث اکوزیشن مطمئن باشین یه آنفر ادوانتج دارین که ساستینبل و پایداره، نه اینکه حالا مثلا چون یه اکانت توییتر دارم دیگه هیچکی به پای من نمیرسه. اوکی، توی اکانت توییتر داری، بقیه مثلا اون بغلی هم میره 200 میلیون پول میده، بالاخره یه جوری میتونه اون فضا، پس اون زیاد ساستینبل و پایدار نیست. یه چیزی یا ممکنه بگی من یه دیتابیسی از قدیم دارم که یوزرهاش مشترکن، من یه شرکتی هم که راحت‌تر میتونم اسکیل کنم توی اون حوزه، یا به هر دلیل زیرساخت دارم که میشه استفاده کرد. و در نهایت موت باید درست بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در فضای رقابتی اون جایی که رقیب میخواد وارد بشه توی فضای لانگ ترم باید بتونه خیلی سخت وارد شما بشه. اینجا به این توضیحات که نوشته less important for short term traction but the most important for long term success and world dominance. You should have a view on how you can build a competitive moat and makes it really hard for your competitors to compete you. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا این شاید تو مرحله اول زیاد مهم نباشه، اما باید بدونین که آقا من چی کار میتونم بکنم، یا کجا رو باید برم درست بکنم که رقبا به این راحتی وارد این بازار نشه. مثال میزنم توی حوزه تخفیف ها، ما رفتیم سراغ کاتگوری های مختلف، اکسپند جغرافیایی که مدل آفرینگمون رو عوض کردیم، بازار رو عوض کردیم، بیزنس لاین های جدید آوردیم، چیزهایی آوردیم که سعی کردیم که، یا رفتیم در یک بازه زمانی اصلا با وندورها به صورت اکسکلوسیو قرارداد بستیم، یه جاهایی که تونستیم رقبا رو بلوکه کنیم که آقا به این راحتی شما تو این وارد فضا بشین، دیولپمنت جدی روی پلتفرم انجام بدین. بنابراین این رو باید مشخص بکنید. جنبندی کلی، پس تمرکز شما و عاشق مشکل بشین. در نهایت حالا اینجا جزئیاتش رو با هم میتونیم ببینیم، ما باید عاشق مشکل بشیم. مشکل باید یک سری از این مطالب رو داشته باشه: پینفول، دردآور باشه، عمومی باشه، هی اتفاق بیفته، فورس باشه، یه جایی از بازار باشه که نیاز به رشد باشه، یا غیر قابل حذف باشه، یعنی همیشه در واقع نیازش وجود. در نهایت باید مارکت سایز مشتری ها رو شناسایی بکنیم. آقا چقدر درآمد ایجاد خواهد شد؟ چقدر مشتری خواهد داشت؟ چقدر اونا براش پرداخت خواهند کرد؟ چه درصدی از اون مارکت رو شما ممکنه که بگیرین؟ اینا تحلیلیه که نرین یه پروداکتی بسازین 1000 نفر مشتری داره، به درد هیچ کسی نمیخوره، چون اون از اون 1000 نفر شما 10 نفرشو بتونین بردمین. و در نهایت برای اینکه برین سراغ وی سی ها، این مازمان بازار خارجه، یا باید تیمتون تیم خیلی خفنی باشه، بک گراند تیمتون، مهارت های تیمتون، پروداکت رو به اون تیم بشناسه، یا توی اکزیکیوشن خیلی قوی باشه، که باز مثلا دلیل برنده شدن تخفن توی بازی خودش این بود که این اکزیکیوشن رو خیلی قوی داشت. من از شرکتی می اومدم که توی این فضای کار میکرد،
پروداکت و مارکت رو باید درست بشناسیم. مارکت سایز مهمه، اینکه شما نسبت به رقیب چجوری میتونین جلوی رقبا رو بگیریم مهمه، چجوری میتونین پروداکت مارکت فیت رو داخل بازار پیاده سازی بکنیم مهمه، و چجوری میتونین جذب یوزر بشین، و در نهایت هم کانسپت مشکلی که داره مسئله راه حل براش اجازه به در حقیقت میده، زمان بندی، اسکیلیبیلیتی و ریسکایی که توش وجود داره. در نهایت تیک اوی که از این مطالبی که امروز صحبت شد راجع بهش در حقیقت هست اینه که مشکل رو درست شناسایی بکنین، اون بخش رقابتی خودتون رو شناسایی بکنین که چه چیزی باعث میشه که شما بهتر از بقیه بخواین کار بکنین، و شروع کنین ولیدیت کردن اون ایدتون. توی ویدیوهای بعدی راجع به ایده صحبت خواهیم کرد، مشکل اصلی چیه، شما چرا آدم درستی هستین، و در نهایت آیا این ایده درستی که بهش خواهیم رسید. من خواهشی که ازتون دارم لطفاً توی این ویدیوها سابسکرایب رو بزنین که من مشکل دیستریبیوت کردن این ویدیوها رو نداشته باشم. توی کانال یوتیوب یه دکمه سابسکرایب هست، اونو محبت کنین بزنین که من بتونم براتون بفرستم. باز اگر سوال و جواب، یعنی سوالی داشتین حتما بپرسین، من سعی می‌کنم سوالی مرتبط رو پاسخ بدم، سوالی که در واقع جوابش رو بدادم، اگه نسرچ کنم به شما برگردم. آرزو موفقیت دارم. مرسی. خب امیدوارم که لذت برده باشین. این یکی از مهمترین فریم ورک‌ها و استپ‌های زدن کسب و کاره. اگر این تیکه ها رو درست نرین، هی فراینده ریست میشه، خسته میشه، کلی انرژی میذارین. اما مهمه که این استپ رو درست انجام بدیم. ما میخوایم 10 سال بعدی زندگیمون رو تعهد بدیم روی یه ایده ای کار بکنیم. پس این ایده باید درست باشه، مشکل درست یا تارگت بکنه، هدف گذاری بکنه، و در نهایت برای شما خروجی مناسب داشته باشه. پس تا میتونین و لازمه روی این تیکه متمرکز بشین قبل از اینکه وارد فضای اجرا بشین که اشتباه نکرده باشین. باز ازتون خواهش میکنم لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنین، من راحت‌تر ویدیوها رو به دست شما برسونم. ممنونم، مثل همیشه آرزوی موفقیت دارم. مرسی.